من پدرام نحویزاده هستم، مدرس پیانو و پیانیست. حدود 25 ساله که ساز میزنم. ما اکثر اعضای خانوادهمون موزیسین بودن و البته سنتی همه کار میکردن. ما یه روز با پدرم و مادرم رفتیم بیرون از خونه، خیلی اتفاقی من فکر کنم 11 سالم بود، رفتیم یه مغازه پیانو فروشی بود اون موقع و پدرم برام ساز خرید. من فکر می‌کنم حدود 5-6 سال بود ساز می‌زدم و همیشه تو فکرم بود که من میتونم از معلمایی که تو تهران هستن استفاده کنم. با یکی از استادا صحبت کردم، کسی که خب زندگی نوازندگی و حالا هر چیزی اسمشو بشه گذاشت، رو مدیون ایشونم آقای گاگیک بابایان. 9 سال من با اتوبوس یا هر هفته یا یک هفته در میون میرفتم تهران. با اون اتفاقا، اتوبوس خراب شدنا، نمیدونم اتفاقی که تو راه میافتاد و برف گیر کردن ها و این چیزا، شاید زبونی ساده باشه ولی الان برمیگردم نگاه میکنم خیلی خیلی، الان که واقعا نمیتونم کار بکنم. صبح میرفتم کلاس، همون موقع برمیگشتم شیراز میشستم با کلی انگیزه تمرین کردن، خیلی لذت بخش بود ولی خب سخت. اگه برمیگشتم خیلی زودتر میرفتم تهران کلاسامو شروع میکردم و خیلی خیلی جدیتر دنبال رفتن از ایران بودم، چون موقع تجربه نبود، نه پدرم نه مادرم، خب نشد به حال که از ایران بودم. یادم یه سال توی فکر میکنم جشنواره کلاسیک تا معاصر بود اجرا داشتم و خب از اساتیدی که خب همه واقعا آرزوی اینو داریم که تو سالن بشینن و اجرای ما رو نگاه کنن بودن، آقای میناسکانیان بودن و خانم قوان صدری، حالا اینا رو یادمه. و من سونات، یکی از سوناتای بتوون رو اجرا کردم. بعد که تموم شد خب اجرای خب قطعه هم خیلی سنگین بود و خانم قوام صدری اومد با کلی انرژی اومد جلوی من، گفت بتوون تو وجودته و این جمله هنوز من یادم و انقدر من انرژی داد. خودم حس میکنم که خب حالا همیشه دوست داشتم سوناتاشو، همیشه گوش میکردم و با عشق گوش میکردم، هنوزم که همینطور اجرا میکنیم و با عشق گوش میکنیم. بتوون من فکر میکنم
خیلی بر من جذاب بود و هست. هر کسی تو هر سبکی که میخواد کار کنه میتونه موسیقی خوب گوش کنه. یعنی من نمیگم که حتما باید کلاسیک گوش کنن تا به اون بگی موسیقی خوب، نه قطعا اینطور نیست. میتونیم کلاسیک گوش کنیم به اون بگی موسیقی خوب، میتونیم یه موسیقی پاپ خیلی خوب گوش کنیم به اونم بگی موسیقی خوب. حالا موسیقی خوب شاب نمیدونم توی موسیقی هایی که کلام دارن و شعرش مهمه، تنظیم مهمه، آهنگسازیش خیلی خیلی مهمه، میتونم موزیک راک گوش کنه خیلی خوب باشه یا هر چیزی. من فهم کنم به حال انقدر تو اینترنت راحت میشه پیدا کرد، میشه یه یوتیوب راحت شما نگاه کنی ببینی چی بالاه و سرچ کنی و نگاه کنی و لذت ببری از اون موسیقی خوب و ازش یاد بگیری، چون واقعا موسیقی خوب توی زندگی آدم تأثیر میذاره و موسیقی بد همینطور. اگه میتونن واقعا با سختیایی که وجود داره کنار بیان، تمرین کردن هست، پشتکار هست، یعنی استعداد به نظر من حالا خیلی مهم نیست، اگه پشتکارش رو دارن و میتونن جدی نگاه کنن به موسیقی واقعا خیلی خوبه، چون از نظر روحی میتونه کمکشون کنه، هم از نظر خب مالی هم الان خیلی خیلی راحت میشه از موسیقی تدریس کردن پول در آورد. ولی باید یه تصمیم جدی گرفته بشه که من میخوام این راه رو ادامه بدم، یعنی زندگیش باید بشه موسیقی، فکر کنه، گوش کنه، بر سرچ کنه تو اینترنت چجوری درس بدم، چجوری ساز بزنم، کی کجا داره چجوری ساز میزنه، همه انقدر اجراهای مختلف گوش کنن، یعنی زندگیشون بشه موسیقی. من فکر میکنم که الان منطقیه که انتخاب بکنن، البته اونم خب سختی خودشو، هر رشته سختی خودشو داره، ولی خب موسیقی یه مقدار زیادی احتیاج هست که زندگیت باشه این. آره، و نمیشه همینجوری با تصمیمی که گرفته نشده ادامه داد، تصمیم قطعی. من فکر میکنم الان دنیای مجازی انقدر همه چیز رو به ما نشون میده که راحت میتونیم با یه سرچ کوچولو یه معلم خوب انتخاب کنیم. من فهم کنم اون شروع برای بچه های کوچیک، اول که از بچگی بچه ها حتما از 5 سالگی یا با موسیقی کودک شروع کنن یا هر جوری که میخوان، فقط از بچگی شروع کنن، خب ترجیح هم موسیقی کودک، و حتما معلم خوب انتخاب کنن، چون شروعش مهمترین بخش واقعا، و بعد دیگه خودشون متوجه میشن که چه راهی بهترین راهه که بچه هاشون رو بفرستن. حالا چجوری برخورد کنن با بچه ها که علاقه منتر شن. موسیقی کلاسیک همطوری گفتم خیلی جدیت میخواد، خیلی ریزبینی میخواد. اگه میخوان واقعا جدی کار کنن، از خب سن کم خانواده ها بهشون یاد بدن که جدی باید کار کنن و بچه هم خب اینو باید یاد بگیرن. اگه میخواد که واقعا برای دل خودش بزنه که خب اصلا کاملا باید یه جور دیگه نگاه کرد، شاید معلمی که انتخاب میکنن هم یه جور دیگه باید انتخاب کنن. خب چون که ما موسیقی کلاسیک رو کار میکردیم و میکنیم فقط، خب اونجوری که خب من خودم خیلی جدی کار میکردم، به نظرم خیلی
دقت، خیلی نظم تو زندگی ما آورده. خب موسیقی کلاسیک خب یکی از خواصش همینه که خب خیلی باید دقیق باشه همه چی، خیلی ریز باید همه چیز رو ببینی. حالا خوب یا بد نمیدونم تو زندگیم خیلی بگم چه جوری بوده، ولی خب این تأثیر گذاشته. دقت خیلی میکنم حالا به همه چی، سعی میکنم نظم داشته باشه زندگیم، چه از نظر زمانی چه حالا هر چیزی که وجود داره. من فکر میکنم بزرگترین تأثیر این بوده. خب از نظر روحی خب اونم خیلی تأثیر گذاشته و همین دیگه.